کمیسیون صلح و حقیقت در ساحل آج برای نخستین بار در این کشور آفریقایی آغاز به کار کرد. این کمیسیون در نظر دارد تا مشکلات باقی مانده از انتخابات 28 سپتامبر گذشته که مرگ بیش از 3000 تن از شهروندان و مهاجرت بیش از یک میلیون نفر از ساکنان ساحل آج را در پیداش برطرف کند. آلاسان باتارا رئیس جمهوری ساحل آج در این مراسم گفت: حقیقت به این معناست که ما نیاز داریم با خودمان شفاف باشیم و با همه مشکلات و سختی های موجود از جمله مسئله زمین در مناطق روستایی مهاجرت و تلافی تمامی خشونت هایی که علیه شهروندان ما اعمال شده مقابله کنیم با گذشت چند ماه از آغاز ریاست جمهوری آلاسان باتارا و دستگیری لوران همچنان آثار خشونت های بعد از انتخابات 28 سپتامبر در شهرهای مختلف ساحل آج از جمله شهر آبیجان به چشم میخورد. آخرین گزارش های ارسال از از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشف گورهای دست جمعی در شهر آبیجان خبر می‌دهد.